بینندگان عزیز سلام بر شما. در برنامه این هفته پرونده دسته دیگی از شاگرد جلادانی رو باز می‌کنیم که بعد از قتل عام سبانه 10 شهریور 92 در اشرف نامه تشکر و تقدیر به مالکی نوشتند و برای ادامه کشتار و شکنجه مجاهدین اعلام آمادگی کردند. در این برنامه همچنین سعی می‌کنیم پدیده تیف رو توضیح بدیم. اینکه چطور این پدیده ساخته آمریکایی‌ها توسط وزارت اطلاعات وسیعا علیه مجاهدین مورد استفاده قرار گرفت و اینکه چطور در تیف مزدور استخدام میکرد و اونها رو به داخل کشور میبرد و بعد از آموزش و توجیهات لازم و ابلاغ مأموریت به اروپا اعزام میکرد. در بهمن 86 سفارت رژیم در بغداد به راه اندازی شعبه اطلاعات آخوندی با پوشش سازمان غیر دولتی مدافع حقوق بشر به نام بنیاد خانواده سحر در شهر خادس در نزدیکی اشرف مبادرت کرد. در همین اسنا وزارت اطلاعات و نیروی تروریستی قدس مأموریت داشتند در کردستان عراق به ویژه در شهرهای سلیمانیه و اربیل نفوذی های رژیم را که در سالهای گذشته به تیف رفته بودند و همچنین واخوردگانی را که در تیف به خدمت رژیم در آمده بودند به ایران منتقل کنند یا آنها را در سلیمانیه و اربیل توجیه مأموریت کنند و سپس روانه کشورهای اروپایی نمایند. اینکه ماموران اطلاعاتی و مزدورا رو تحت عنوان اعضای سابق مجاهدین برای لجن پراکنی و شیطان سازی، جاسوسی و اقدامات تروریستی علیه مقاومت ایران جا بزنن که روش دائمی و شناخته شده وزارت اطلاعات و نیروی قدس در سه دهه گذشته بوده و چیز جدیدی هم نیست. بنابراین اطلاعات آخوندی به جای اینکه این مزدورا رو از ایران به اروپا اعزام کنه، سعی میکنه از کشورهای دیگه مثل عراق یا ترکیه اونا رو به اروپا بفرسته. و برای اینکه بتونه این کارو بکنه، یک سری سرپل در استانبول و آنکارا ایجاد کرد تا از طریق اونها تسهیلات لازم برای اعزام مزدورا به اروپا رو فراهم بکنه. برخی از این افراد در یک مقر در اربیل مرکز اقلیم کردستان اسکان داده شدند. دو تا از عناصر وزارت اطلاعات به نامهای امامی و اسماعیلی، مأمور توجیه و بروز کردن و همچنین فرستادن مزدورای جدید و استخدام به ایران یا کشورهای اروپایی بودند. بعضی از این افراد در ایران پس از توجیهات و آموزش‌های لازم دوباره به اربیل برگردان میشن تا از اونجا به کشورهای اروپایی اعزام بشن. یکی از کسایی که در ایجاد و فعال کردن شبکه مزدوران در تیف نقش داشت مأمور وزارت اطلاعات مسعود خداوند است. او در نامه‌ای به یک مأمور دیگه اطلاعات به اسم بهزاد علیشاهی با هدف ایجاد سلول جاسوسی و استخدام مزدور در تیف برای پیشبرد توطئه‌های تروریستی علیه اشرف اینطور میگه: سایت وزارت اطلاعات به نام اینترلینک 17 بهمن 86. بهزاد جان سلام. چند هفته ایست که بچه های تیف ارتباط مستقیمشان برقرار شده و هر کس بخواهد الان میتوانیم ماشین بفرستیم با حمایه و از آمریکایی ها تحویلشان بگیریم و بیاوریم پیش خودمان. الان بچه ها تلفون های ما را دارند. آمریکایی ها و دولت عراق هم دارد و هر کس بخواهد میتواند از آنها بگیرد. تثبیت تر که شدیم سری تلفون های کانال تماس را اعلام میکنیم. از دولت عراق و بخش‌های مختلفش که بعداً اسامی را اعلام خواهیم کرد هم باید تا جا دارد تشکر کنیم. بچه‌های اربیل هم سر و سامان مختصری پیدا کردند و الان وضع بهتر شده. بعد از اربیلش هم بماند. بعداً صحبت کنیم که خیلی مسائل باز نشود. قربانت مسعود، بغداد، بدون صدام، 5 فوریه. علی پاک مدتی در دام وزارت اطلاعات افتاده بود و بعداً از شبکه اونها بیرون کشید، در یک نامه روشنگرانه برای دبیر کل عفو بین‌الملل
به تشریح وضعیت باندهای وزارت اطلاعات در تیف و ادامه مأموریت اونها در کشورهای اروپایی پرداخته و می‌نویسه: از بدو ورود به تیف، نقش رژیم و افراد وابسته به آن برایم کاملا محسوس و مشخص بود. افرادی که در تیف به خدمت رژیم در آمده بودند، خطوط وزارت اطلاعات را از طریق ملاقات حضوری و یا تماس تلفنی دریافت کرده و به اجرا می گذاشتند. کسانی مانند نادر نادری، محمد رزاقی، معروف به محمد رز، محمد کرمی، مجید روحی، جمشید چارلنگ، حسن پیلانسر، حامد صرافپور، حمید سیاه منصوری و چند تن دیگر شبکه اصلی وزارت اطلاعات در تیف را تشکیل می دادند. آنها علاوه بر پیش بردن هماهنگ خط رژیم در تیف، تلاش می کردند تا در میان نفرات اختلاف ایجاد کنند و فضای فشار و جنگ اعصاب به وجود بیاورند تا بتوانند در این اثنا خطوط وزارت اطلاعات که همانا بازگشت به ایران تحت حاکمیت ملاها بود را بهتر به پیش ببرند. هنگامی که آمریکایی ها تیف را تعطیل کردند، آنها نفرات را تشویق به بازگشت به ایران می کردند و از آنها می خواستند تا با مراجعه به سفارتخانه و کنسولگری های رژیم در کردستان عراق و یا بغداد از کمک های رژیم و عواملش برخوردار شوند. در سالهای بعد از جنگ و اشغال عراق، یعنی فاصله بین سال 82 تا 87، اطلاعات سپاه آخوندها به خصوص نیروی تروریستی قدس در تیف نفوذ کرد. تیف رو نیروهای آمریکایی برای به گفته خودشون برای فروپاشی و انحلال نرم مجاهدین و ارتش آزادی بخش ملی دایر کرده بودن. اطلاعات و سپاه از تیف به عنوان یک امکان برای کسب اطلاعات و جاسوسی در مورد مجاهدین اشرف و استخدام مزدور استفاده می‌کردند و در واقع تیف به چراگاه وزارت اطلاعات تبدیل شده بود. بعد از اینکه تیف منحل شد، رژیم یه تعداد از مزدوراش رو به سردمداری مسعود خدابنده تحت عنوان بنیاد سحر به عراق اعزام می‌کنه. این بنیادم هدف اصلیش این بوده که با سوء استفاده از مشکلات و نیازهای مالی و حقوقی همون تیفی‌ها اونها رو شناسایی بکنه و بعد به استخدام وزارت اطلاعات در بیاره. وزارت اطلاعات رژیم برای پیشبرد خط استخدام مزدور و ارسال اونها به اروپا یک شعبه کنار کنسولگری رژیم در اربیل دایر کرد و با استقرار مزدورای خودش توی این شعبه تلاش میکرد تا با وعده و وعید و تهدید و تطمیع نفرات بیشتری رو به خدمت بگیره. مسعود خدابنده و بتول سلطانی با کمک سفارت رژیم در بغداد و کنسولگری آن در اربیل وظیفه استخدام افراد جدید و اعزام آنها به اروپا، به خصوص فرانسه، از طریق جعل مدرک به شیوه غیرقانونی را بر عهده داشتند. افراد استخدام شده جدید ابتدا برای چک و توجیه به ایران اعزام می شدند و پس از دادن تعهدات ضروری به وزارت اطلاعات مجدداً با پاسپورت ایرانی به ترکیه و سپس به یونان اعزام می شدند. در یونان پس از تحویل دادن مدارک ایرانی و تعویض آن با مدارک جعلی کشورهای اروپایی از قبیل پاسپورت‌های بلغاری و ایتالیایی و غیره به فرانسه و سایر کشورهای اروپایی اعزام می‌شدند. عنصر ترسویی که سختی‌های مبارزه رو و محاصره رو تاب نیاورده و به همه تعهداتش خیانت کرده و به زیر پرچم بیگانه رفته، در قدم اول باید هویت و گذشته مبارزاتیش رو نفی کنه و برای اثبات اینکه واقعا از مجاهدین بریده و برای اینکه خودش رو به قیمت خوبی بفروشه تلاش میکنه تا اونجا که میتونه اطلاعات مدارک علیه سازمان جمع بکنه و بعد اونها رو به دشمن عرضه کنه تا دشمن بتونه اونها رو در طرح‌ها و توطئه‌های خودش علیه مجاهدین مورد استفاده قرار بده. چنین فردی به جای اینکه رو کرو راست بگه آقا من بریدم و میخوام برم دنبال زندگیم،
طبعا ترجیح میده با جمع‌آوری اطلاعات از قرارگاه مجاهدین فرار بکنه و خودش رو و اطلاعاتش رو به دشمن تحویل بده. بگذاریم که همه شاهد بودیم که بیشترین خدمت رو همین دلیلی خواهم به دشمن ضد بشری ارائه کرد و دیدیم که رژیم هم با اون چه معامله‌ای کرد و با چه فضیحتی اون رو کشت. آشنایی با تعدادی از مزدوران منفوری که در تیف و چراگاه اطلاعات آخوندی به استخدام وزارت اطلاعات در اومدن میتونه مفید باشه. بتول سلطانی سده در 15 آذر 85 5 دسامبر 2006 به مبارزه پشت کرد و به تیف تحت کنترل نیروهای آمریکایی در عراق رفت. او در تیف در ارتباط با شبکه وزارت اطلاعات قرار گرفت و عضوگیری شد. بتول سلطانی در دیماه همون سال از طریق صلیب سرخ بین‌المللی به ایران رفت. در اونجا وزارت اطلاعات آموزش‌های لازم رو بهش میده و برای اجرای ماموریت‌های وزارت اطلاعات در عراق و اروپا علیه مقاومت و به خصوص علیه مجاهدین اشرف توجیه میکنه. جالبه که در عرض 3 هفته از تاریخ ورودش به ایران، وزارت اطلاعات در تاریخ 4 فوریه 2008 پاسپورتی به شماره T-128-16-605 در اصفهان براش صادر کرد و اون رو در اختیارش قرار داد. مزدور بتول سلطانی 6 روز بعد از صدور پاسپورت، یعنی در 21 بهمن 86 به عراق اعزام گردید و وارد فرودگاه بغداد شد. او در همان روز برای اجرای مأموریتش به ورودی اشرف رفت، مأموریت رسوایی که در همان ساعات اول ماهیتش را به عنوان مأمور گشتاپوی آخوندی برملا کرد. به همین دلیل نیروهای آمریکایی مسئول حفاظت اشرف مزدور بتول سلطانی را از محدوده حفاظتی اشرف دور کرده و به پلیس عراق معرفی کردند. بتول سلطانی پس از انجام مأموریت‌های محوله در عراق برای ادامه مأموریت به اروپا فرستاده شد. در دوران 4 ساله وجود کمپ پناهندگی اشرف ارک، تعدادی از ساکنان در ارک درخواست کردند که با کمک صلیب سرخ به ایران برگردانده شوند. بعد از برگرداندن آنها، ما هرگز به جز یکی از آن نفرات که یک زن به نام بتول سلطانی بود، خبری از آنها نشنیدیم. بتول در تاریخ ژانویه 2008 به ایران برگردانده شد و در فوریه 2008 به عراق برگشت با یک پاسپورت ایرانی و داستانی در مورد اینکه از دست ماموران ایرانی در بغداد فرار کرده است. او سپس شروع به اعتراض در مقابل در ورودی اصلی کمپ اشرف کرد، با این عنوان که همسر او برخلاف میلش در کمپ نگه داشته شده است. من با همسر سابق او چند بار مصاحبه کردم. او هیچ تمایلی به ترک کمپ نداشت. نظر من این بود که بتول برای نیروی قدس ایران کار میکرد. آمریکا معتقد بود که وجود کمپ پناهندگی در مجاورت کمپ اشرف افراد را تشویق میکند که سازمان را در یک پروسه فروپاشی دلپذیر و نرم ترک کنند و این سرانجام به بستن کمپ اشرف منتهی میشود. این آرزو به تحقق نپیوست. با احترامات، سرهنگ دوم لئو مک گلاسکی، بازنشسته ارتش آمریکا. And like in any organization, some people do want to leave, and these people were allowed to leave by the leadership and by the residents of Ashraf. They came to us with full faith that we would get them refugee status. And then they would go on with their life in other countries in Europe. The UN came in and they vetted these people. They listened to their stories. They learned what countries they wanted to go to. And we put them in a camp called the Ashraf Refugee Camp with the intent that this would serve as an example. If we could relocate these people to other places around the world, that would then say to the residents of Ashraf, you don't need to stay here anymore.
You can go anytime, and believing that this policy of graceful degradation would lead to the closure of Camp Ashraf. خوب اینجا این نکته رو بگیم که حتی وقتی که این بریده ها با پستی و شناعت به مجاهدین پشت می کردند و زیر پرچم بیگانه می رفتند، مجاهدین برای اینکه اونها بیش از این خودشون رو تباه نکنند و در منجلاب خیانت فرو نرن و تومه وزارت اطلاعات نشن، از یک طرف به کمک های صنفی خودشون در تیف به اونها ادامه می دادند و از طرف دیگه هم مکررن وظیفه و وعده آمریکایی ها رو مبنی بر اعزام اونها به آمریکا و کشورهای اروپایی به مقام های آمریکایی گوشزد میکردن، وعده‌ای که البته هیچ وقت جامعه عمل نپوشید. موادی از یک یادداشت تفاهم بین مجاهدین و نیروهای آمریکایی در این زمینه به اندازه کافی گویاست. تا آنجا که به سازمان مجاهدین خلق ایران مربوط می شود، این افراد از لحظه‌ای که برای ادامه زندگی عادی تصمیم به ترک قرارگاه می گیرند، می توانند قرارگاه اشرف را ترک کنند. سازمان مجاهدین خلق ایران به تأمین امکانات زندگی برای کسانی که تمایل نداشته باشند در مجتمع خروجی تحت کنترل ایالات متحده تیف اقامت کنند، ادامه خواهد داد تا پروسه مشخص شده مصاحبه آنها تکمیل گردد. به دلایل انسانی و بنا به درخواست نیروهای ایالات متحده، سازمان مجاهدین خلق ایران به تأمین غذا، نیازمندی‌های تأسیساتی و دیگر ملزومات پایه‌ای، صنفی و تدارکاتی مجتمع خروجی ادامه خواهد داد. بنا به درخواست نیروهای ایالات متحده، سازمان مجاهدین خلق ایران تا آنجا که امکان دارد نیازهای درمانی افراد مجتمع خروجی را برآورده خواهد کرد. اما ببینیم این مزدوران که از همه نوع کمک‌های انسان دوستانه مجاهدین حتی بعد از خیانتشون برخوردار بودن، این خوبی ها رو چطور پاسخ دادن و چطور تا فرق سر در منجلاب وزارت اطلاعات فرو رفتن و از هیچ رذالت و خیانتی علیه فرزندان جان بر کف مردم ایران فروگذار نکردند. آشنایی با بعضی از این مزدوران و جنایت هاشون عبرت آموزه. محمد کرمی از مزدور لومپنهای خارج کشوری رژیم و یکی از لباس شخصی های نیروی ویژه پشتیبانی از ولایت نوپو می باشد که در اروپا علیه مجاهدین و مقاومت ایران به توطئه چینی و انجام مأموریت از طرف اطلاعات بدنام رژیم اقدام می کند. محمد کرمی در تیر 84 به تیف رفت و از بد به ورود به خدمت وزارت اطلاعات درآمد. او به همراه چند مزدور دیگر از جمله محمد رزاقی، مجید روحی، حسن پیرانسر و نادر نادری یکی از هسته های اولیه شبکه وزارت اطلاعات در تیف را تشکیل داد و به عضوگیری برای رژیم پرداخت. وزارت اطلاعات برای تسهیل ارتباطات او یک دستگاه تلفن موبایل در اختیارش گذاشته بود و او از طریق این موبایل اخبار و اطلاعات تیف را روزانه به وزارت اطلاعات گزارش می‌کرد. وزارت اطلاعات اون رو به فرانسه فرستاد و اونجا مستقر کرد. کرمی مزدور در طول این مدت به طور تمام وقت در خدمت وزارت اطلاعات بود. اون در اغلب برنامه‌ها و طرح‌های گشتاپوی آخوندی علیه پناهنده‌های سیاسی و مقاومت ایران شرکت فعال داشته که هنوزم ادامه داره. در آستانه گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در ویلپنت پاریس در تاریخ 6 تیر 93 وزارت اطلاعات آخوندها در یک اقدام زبونانه چند مأمور خودش رو از گوشه و کنار جمع کرد و اونها رو به پاریس فرستاد. مأموران شناخته شده وزارت اطلاعات از جمله عبارت بودند از محمد کرمی، بتول سلطانی، مهدی نیکبخت، بتول ابراهیمی، علی جهانی، سبحانی، علی اکبر راستگو، همایون کهزادی،
محمود سپاهی، غفور فتاحیان، علیرضا نصراللهی، محمد رزاقی، قربانعلی حسین نژاد، حمیرا محمد نژاد و رابعه شاهرخی. این مزدوران سپس عکس‌هایی را که از خودشان در این نمایش خیابانی گرفته بودند به عنوان یک اقدام علیه مجاهدین برای وزارت فرستادند تا دستمزدشان را دریافت کنند. رسانه‌های رژیم ورشکسته نیز بلافاصله این صحنه‌های مسخره را به عنوان حرکت اعتراضی منتقدان مجاهدین در شبکه‌های مختلف تلویزیونی خود و همچنین در سایت اصلی وزارت اطلاعات موسوم به دیدبان و همچنین در سایت‌های زنجیره‌ای وزارت بارها پخش کردند. تحرکات این مامورا مستقیما زیر نظر آخوند حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات وقت آخوندا و با مسئولیت شکنجه‌گری به نام جواد مهدیانه، مدیر کل اداره التقاط، یعنی همون بخش ویژه مجاهدین در وزارت اطلاعات، این انجام میشه. تو همین رابطه هم وزارت اطلاعات چند تا از مزدورای خودش رو در آلمان از جمله محمد حسین صبحانی، مهدی خوشحال، عتم طیبی یا علی اکبر راستگو رو موظف کرده بود که روزهای شنبه و یک شنبه هر هفته به پاریس برن و اونجا با تعداد دیگه از مزدورا جمع بشن و برای اینکه بتونن گردهمایی بزرگ سوم تیر رو تحت شعاع قرار بدن برنامه ریزی بکنن. در روز هفته آذر 88 اطلاعات بدنام آخوندها در یک اقدام زبونانه یک دوجین از مزدوران خود را از کشورهای مختلف اروپایی به فرانسه و به مرکز استان والدواز ارسال کرد تا با ایجاد سر و صدا و لجن پراکنی علیه مقاومت ایران و رهبری آن فضا را مسموم کنند. وزارت اطلاعات برای اینکه تعداد کم مزدوراش به لحاظ عددی هم نمایی داشته باشه میره حدود 20 تا از پناهجوهای اجیر شده افغانی و آفریقایی رو به مثابه سیاه‌لشکر به اونها ضمیمه میکنه. وزارت اطلاعات این عده رو با چند تا ماشین منتقل میکنه به سرژی پونتواز. جالبه که به این پناهجوها گفته شده بود برای تظاهرات علیه احمدی نژاد به سرژی پونتواز میرن. مزدوران اطلاعات آخوندی و بازیگران این شو محو عبارت بودند از محمد کرمی، علیرضا نصراللهی، محمد بازیارپور، حسن پیرانسر، منصور نظری و محمد رزاقی از فرانسه، کریم حقی و بهزاد علیشاهی از هلند، بتول ملکی از سوئیس، عباس صادقی نژاد، محمد حسین صبحانی و علی قشقاوی از آلمان. البته این حرکت‌های مفتزه مزدورا هم تعجب و هم اعتراض شهروندهای فرانسوی رو برانگیخت و چند دقیقه بعد هم بروشورها و جزئیات وزارتی توی سطلای زباله ایستگاه راهن ریخته شده بود. در رابطه با ماهیت فعالیت‌ها و ارتباطات عوامل اطلاعات در اروپا، قسمت دیگه‌ای از گزارش علی پاک خطاب به دبیرکل عفو بین‌الملل میتونه روشنگر باشه. در این گزارش به تاریخ 26 فروردین 88 اینطور اومده: مسئولیت عناصر وابسته به رژیم در فرانسه بر عهده کریم حقی مقیم هلند و جواد فیروزمند مقیم فرانسه است که هر دوی آنها به همان مأمور وزارت اطلاعات رژیم در فرانسه به نام علی وصل هستند و علی خطوطی را که باید به پیش ببرند با آنها ابلاغ کرده و هزینه های ماهیانه آنها را می پردازد. نفراتی که به کریم حقی وصل هستند عبارتند از عباس صادقی نژاد، حسن پیرانسر، حمید سیاه منصوری، نادر نادری، محمد رزاقی، منصور نظری، حامد صرافپور، محمد بازیارپور و محمد کرمی که در یک انجمن پوششی وزارت اطلاعات به نام ایران باستان راه درخشان فعالیت می کنند. و
بله، همونطور که دیدیم نه فقط رژیم ضد بشری و وزارت اطلاعات و نیروی قدس از هیچ توطئه و جنایتی برای منهدم کردن سازمان مجاهدین فروگذار نکردند، بلکه متاسفانه آمریکا در ادامه جنگی که حتی آقای اوباما هم اون رو احمقانه خوند، هر اونچه رو که میتونست برای به قول خودش انحلال نرم تشکیلات مجاهدین انجام داد و در این رابطه از هیچ وسیله و ترفند کثیفی از جمله تلاش برای ارسال سیدی ها و مجلات آنچنانی به داخل اشرف برای ایجاد رخنه در عزم و ایمان رزمندگان جان بر کف آزادی مردم ایران فروگذار نکرد. اما نتیجه چی بود؟ نتیجه رو امروز از یک طرف میتونیم در شکوه پایداری اشرفی ها و اشرف نشان ها در لیبرتی و جای جای جهان و همچنین در مقاومت سترگ زندانیان سیاسی و در شور آزادی خواهی مردم ایران ببینیم و از طرف دیگه میتونیم آثار این پدیده شگرف رو در خضوع و تحسین همون کسایی که مجری پروژه انحلال نرم بودند مشاهده کنیم، همونایی که از اشرفی ها به عنوان قهرمانان آزادی و امید جهان معاصر و الگویی برای همه آزادی خواهان دنیا یاد می کنند. در این میان اون چه البته به حساب نمیاد زباله های طبیعی این جنگ مهیب اما پرشکوه. بینندگان عزیز، از همراهیتون با برنامه این هفته پرونده تشکر می کنیم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.